در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو بخشیده به 1050 سالگی نابغه معروف تاجیک ابو ریحان بیرونی تحت عنوان مقام ابو ریحان بیرونی در تاریخ تمدن تاجیک و فارس کنفرانس علمی نظریوی بین المللی برگزار گردید که در آن رهبریت دانشگاه عالمان و محققان از داخل و خارج مملکت در شکل حضوری و طریق پیشنهاد مقاله های علمی وابسته به موضوع کار کنفرانس مذکور شرکت نمودند. عالمان و محققان با معروضه های علمی در موضوع های مسئله های متدولوژی تحقیق علمی بیرونی در آثار البقیه، سهم ابو ریحان بیرونی در انکشاف علم های ریاضی و طبیعی، سهم دانشمندان عصر میانگی تاجیک در رشد علم های طبیعی و ریاضی برآمد نمودند. کنفرانس مذکور دو بخش را در بر گرفته، در آن 78 مقاله علمی پیشنهاد گردیده بود. اهمیت میراث بیرونی در آن است که مخصوصا در شرایط امروزی ما برای تشکل تفکر علمی و دنیوی خیلی نقش مهم می بازد، چون که در آثار بیرونی مخصوصا تحقیق عقلانی و تکیه به عقل و خرد مقام مهم دارد، چون که در آثارش ابو ریحان بیرونی همیشه تاکید می کند که برای حقیقت علمی را آشکار کردن با افسانه ها باور کردن در کار نیست، بلکه آن چیزی که تجربه میکند، آن چیزی که عقل باور میکند و در سنجیده شده است، همون چیز اهمیت علمی پیدا میکند. گفته شد که با پیشنهاد مشترک تاجیکستان، ایران و ازبکستان تجلیل 1050 سالگی دانشمند سرشناس تاجیک و فارس ابو ریحان بیرونی به فهرست جشنواره های یونسکو که سالهای 2022-2023 جشن گرفته می شود وارد گردیده است. ابو ریحان بیرونی در ساحه تاریخ، مردم شناسی، جغرافیا، زبان و ادب، نجوم و هیئت، حساب و اریتمتیکا، مکانیکا، گیودزیا، مینرالوگیا، علم جواهر و گیالوگیا بیش از 100 اثر علمی آفریده است که مقدار زیادی آنها تا زمان ما رسیده است. این سال جشن 1050 سالگی یک متفکر بزرگ فارس تاجیک ابو ریحان بیرونی از طریق یونسکو در سطح بین المللی با اقدام 3 کشور جشن گرفته می شود که کشور تاجیکستان و ایران همچون میراثبر این فرزند فرزانه و ازبکستان همچون کشوری که وطن بیرونی در سال زندگیش در اونجا داخل است جشن گرفته می شود. در کنفرانس امروزه دانشمندان زیاد از کشورهای روسیه، بلاروسیا، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان 48 نفر از دانشگاه دولتی باختر و از دانشگاه ملی اکادمی ملی علم ها، وزارت نقلیات، دانشگاه دولتی کولوب، دانشگاه دولتی خوجند و غیره شرکت ورزیدند. طور دانشمندان ابراز داشتند، گذشتگان ما در علم جهانی سهم و موقع استوار داشتند و برای نسل امروز دانستن و برخوردار بودند از میراث علمی ادبی متفکران برجسته ملت چون ابو ریحان بیرونی می تواند در راه پیشبرد کارهای علمی تحقیقاتی، خودشناسی و وطن دوستی و دیگر ارزش های انسانی نقش مهم داشته باشد. از این رو برگزاری همین گونه همایش های سطح بلند علمی نظریوی با اشتراک عالمان و دانشمندان و نسل نورس و جوان میتواند بحری باز هم بیشتر و خوبتر آموختن محصول به میراث گذاشته گذشتگان دانشمند و متفکران پرمحصول سطح جهانی ما